سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنون که ما رو حمایت میکنید. جذابیت یعنی داشتن یک سری ویژگی ها و خصوصیت ها که فرد رو خواستنی تر و دلرباتر میکنه. جذابیت میتونه روی رفتار آدم ها تأثیر بذاره و یکی از دلایل علاقه مند شدن مردم به روانشناسیه. اون دقیقاً چیه که باعث میشه یک نفر خیلی جذاب باشه و یکی دیگه نه؟ و برای ما چقدر مهمه که دوستمون یا پارتنرمون اون ویژگی ها رو داشته باشه؟ بر اساس علم روانشناسی 8 عامل وجود داره که میتونه آدم ها رو جذاب بکنه. 1. اعتماد به نفس. مطالعات نشون دادن که اعتماد به نفس جذاب ترین ویژگی هستش که یک نفر میتونه داشته باشه. زمانی که یک نفر اعتماد به نفس داره، از خودش انتقاد بیمورد نمی کنه و به خودش و ارزشهاش اعتماد داره. همچنین مردم به راحتی متوجه این ویژگی در اون شخص میشن. اگرچه معمولاً افراد پر جنب و جوش و پر حرف در جمع ها افرادی با اعتماد به نفس در نظر گرفته میشن، ولی در حقیقت افراد با اعتماد به نفس میتونن افرادی ساکت و آرام باشن که به توانایی های خودشون اعتماد دارن، ارزش خودشون رو میدونن و به اون چه که هستن افتخار میکنن. 2. در دسترس بودن. در دسترس بودن یک عامل مهم در میزان جذاب بودن یک شخصه. برخلاف ادعاهایی که گفته میشه برای علاقمند کردن بقیه به خودمون باید مقداری از اونها فاصله گرفت و دوری کرد که حرف کاملا اشتباهیه. برای علاقمند کردن بهترین راه اینه که ارتباط برقرار کنیم و هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ عاطفی در کنار اون شخص باشیم. در یک رابطه هر چقدر یک شخص قابل اعتمادتر و بیشتر در دسترس باشه، ما هم به رابطمون با اون شخص ارزش بیشتری قائل خواهیم بود. 3. منحصر به فرد بودن. درسته که 7 میلیارد نفر روی کره زمین زندگی میکنند، ولی هر شخصی به یک نوعی منحصر به فرد هستش. هیچ کس مثل کس دیگه ای حرف نمیزنه، راه نمیره و فکر رو عمل نمیکنه، یا حتی هیچ کس احساسات و عواطف یکسانی با بقیه افراد نداره و همین ویژگیه که ما رو خیلی شگفت انگیز میکنه. اما بعضی از افراد ترجیح میدن منحصر به فرد بودنشون رو پنهون کنن تا با بقیه همرنگ بشن. زمانی که یاد بگیرید اون چیزی که شما رو منحصر به فرد میکنه رو بپذیرین، خودتون رو در معرض آشنایی با افراد جدید که شبیه خودتون هستن قرار میدین. 4. مهربانی. مهربان بودن یک خصوصیته که خیلی از افراد این ویژگی رو در دوستانشون یا شریک احساسیشون میخوان. مطالعات نشون میدن که افرادی که مهربانی، دلسوزی و همدردی دارن خواستنی تر هستن، چون به طور طبیعی هر کسی میخواد رفتار اطرافیانش با اون خوب باشه. 5. هوش. با هوش بودن جذابه، چون هوش افراد منجر میشه به یک گفتگوی جذاب، بینش عمیق و طرز نگاه جدید به دنیا. در یک مطالعه در سال 2018 مشخص شد که نمره آیکیوی بالاتر افراد رو جذابتر نشون میده، اما از یک نمره بالاتر همون فرد دیگه خواستنی نیست. به عبارت دیگه مردم به کسانی که از خودشون باهوشتر باشن جذب میشن، ولی تا جایی که این فاصله هوشی به قدری نباشه که حرفی برای گفتن بین دو شخص باقی نمونه. 6. مشتاق بودن. بله، اشتیاق و هیجان برای رسیدن به هدفهای خاص آدمها رو جذابتر میکنه. افرادی که اشتیاق داشته باشن انگیزه و اراده دارن و مصمم هستن، اما مهمتر از همه چیزی دارن که براشون اهمیت زیادی داره و جایگاه ویژه‌ای برای اون قائل هستن. اونها علایق و رویاهای بزرگی دارن که میتونه برای بقیه الهام بخش باشه و اونها رو هم برای بهتر شدن تحت فشار قرار بده. 7. حس شوخ‌طبعی. مطالعات نشون داده که ما جذب افرادی میشیم که بتونن ما رو بخندونن. به احتمال زیاد چون این ویژگی نشون دهنده خلاقیت، هوش و بذله‌گویی اون شخصه. پس تعجب برانگیز نیست که هر چقدر شخصی شوخ‌طبع‌تر باشه، خواستنی‌تر و جذاب‌تره. به همین دلیل معمولاً زن‌ها جذب مردهای شوخ‌طبع و مردها جذب زن‌های بازیگوش میشن. 8. طرز رفتار. بر کسی پوشیده نیست که ظاهر افراد چقدر روی جذاب‌تر شدنشون تأثیر گذاره. روانشناسان میگن که به طور معمول حدود 30 ثانیه طول میکشه تا از روی ظاهر تشخیص بدیم شخصی برای ما جذابه یا نه، ولی رفتار اون شخص میتونه بر روی این تشخیص ما تأثیر زیادی بذاره. طرز لباس پوشیدن، راه رفتن و رفتار نقش مهمی در برداشت مردم از ما داره. در زمان دیدار با افراد جدید
بهتره به این نکات توجه کنیم، چون توجه به این نکات تفاوت زیادی ایجاد میکنه. اگرچه که معمولاً آدم‌ها بر اساس ویژگی‌های ظاهری جذابیت یک فرد رو می‌سنجن، ولی ظاهراً سنجش میزان جذاب بودن پیچیده‌تر از این حرف است و هر کسی طرز فکر منحصر به فرد خودش رو داره. این 8 موردی که مطرح شد رایج‌ترین معیارها برای سنجش جذابیت افراد هستند. نظر شما راجع به این ویژگی‌ها چیه؟ آیا به نظرتون این 8 ویژگی در جذابیت افراد تأثیر گذاره؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید. اگر از این ویدیو لذت بردین، ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از نگاهتون.